سلام، شبتون بخیر. در برنامه امشب هتریک هفته 19 همه لیگ برتر ایران رو بررسی میکنیم. همینطور در مورد کمک داور ویدیویی یا همون VAR صحبت میکنیم که با وجود اینکه در اکثر کشورهای فوتبال خیز دنیا مدت هاست همگیر شده، هنوز به فوتبال ایران نرسیده. لطفا در یک ساعت پیش رو ما رو همراهی کنید. بازی‌های لیگ برتر ایران برخلاف اکثر کشورهای دنیا در روزهای مشخصی از هفته برگزار نمی‌شه و به شکل چرخشی در روزهای مختلف هفته به انجام می‌رسه. البته تعدد روزهای خاص و مذهبی و مناسبت‌های مختلف حکومتی از جمله مشکلات برنامه‌ریزی لیگ برتر هستند. ولی اون چیزی مشخصه اینه که بازی‌های لیگ ایران کلا فقط 30 هفته است و مثل لیگ‌های 20 تیمی نیستش که تیم‌ها باید 38 تا بازی انجام بدن. واقعا میشه بازی‌ها رو در روزهای مشخصی از هفته برگزار کرد و همه رو از این سردرگمی در آورد. این هفته بازی‌ها سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار شد که ما امشب در پنجشنبه شب به اونها می‌پردازیم. در آغاز برنامه یاد بکنیم از سه ملی پوش تیم فوتبال قطع عضو، محمد رضا میراحمدی، مهدی سعیدایی و حامد مطرودی که در زلزله هولناک ترکیه متاسفانه جان باختند. بعد از چند روز جستجو پیکر اونها متاسفانه امروز از زیر آوار بیرون کشته شد. اما این موضوع وقتی دردناکتر میشه که بدونیم دلیل رفتن اونها اینه که به ملی پوشای بخش معلولان برخلاف تیم‌های باشگاهی و ملی بزرگسالان در ایران اصلاً توجهی نمیشه. اونا فقط وقتی برای مسئولا وجود دارن که از مسابقات برمیگردن و موفقیت و مدال میارن. ملی پوشای قطع عضو مجبورن برای اینکه زندگی خودشون رو بگذرونن با مبالغ بسیار ناچیز با تیم‌های ترکیه‌ای قرارداد ببندند. البته این موضوع در مورد خیلی از رشته‌های ورزشی دیگه هم به بهترین نحو ممکن نمود داره. حتی ورزشکارانی که از نظر جسمی سالم هستند به قدری از نظر مالی دچار مشکلن که یا باید در سن پایین برای کسب درآمد مربیگری بکنن، اصلا ورزش قهرمانی کنار بگذارن و یا اینکه برای یک زندگی آبرومند و معمولی مهاجرت بکنن. به هر حال کشته شدن تعداد زیادی از مردم ترکیه و سوریه هم بسیار دردآور بود. ما هم در مورد زلزله صحبت می‌کنیم، زلزله ترکیه و کشته شدن سه ورزشکار ایرانی. خیلی خوشحالم که محمد تقوی رو در این برنامه کنارمون داریم. محمد، من واقعا تسلیت میگم به خانواده این سه عزیز. خبر دردناکی، نزدیک 20,000 نفر در زلزله ترکیه و سوریه جانشون از دست دادن. واقعا روزهای تلخی رو داریم میگذرونیم. هر روز که بلند میشیم خبرهای بدی از ایران میاد، خبرهای بدتری هم از دیگر نقاط دنیا. اما به نظر من خبر بسیار بسیار بدی که دیروز واقعا اومد بیرون و من واقعا نتونستم بخوام. من تصدیق میگم، همه میدونن ترکیه در باره سوریه عزادارن، مردم ست خانواده های این عزیزان ما عزادار هستن. اما مشکلی که به نظر من خیلی از دیروز سالا شخص خودم رو اذیت کرد در ارتباط با اون تجاوزی که به دو دختر ایرانی شده، واقعا من نمیدونم. یعنی من واقعا رو شده مشخصا هستش و رو نشده بوده هست و خواهد بود. واقعا چه جوابی دارن مسئولین جمهوری اسلامی به این تجاوز؟ من اگه یادتون بیاد یکی دو ماه پیش می صحبت میکردیم، ما گفتیم اینا ایرانی هستن، بعد من گفتم نه اینا ایرانی نیستن، اینا اشغالگرایی هستن که دارن تو ایران حکومت میکنن. و دقیقا مشخصا معلوم شده الان اینا اشغالگرایی هستن که فکر میکنن ایرانی ها رو به اشغال کشور ایران اشغال کردن، ایرانی ها برده شونن و هر کار دوست دارن به عنوان غنایم جنگی با زنهای ایرانی میکنن. واقعا تلخه، واقعا. یعنی من خودم دوست دارم، شما هم مثل من، همه دوست داریم بیایم اینجا بشینیم از فوتبال حرف بزنیم، از فوتبال لذت ببریم. اما واقعا وقتی این چیزا میاد دیگه فوتبال در اولویت دوم قرار میگیره. ولی واقعا نمیتونیم حرف نزنیم. نمیشه کتمان کرد. اتفاقی که دیروز تو ایران افتاده به عنوان من اعتقاد یک جنایت جنگیه، یک چیز بین المللیه. باید دنیا فهمه که چه اتفاقی در ایران داره میفته که دخترای جوان ایرانی، حتی پسرای ایرانی، حتی مردای ایرانی مورد تجاوز قرار میگیرن و دیگه نمیتونن کتمان کنن. شاید 20 سال پیش 30 سال پیش اینترنت نبود، میتونن خیلی چیزا رو پنهان کنن، ولی الان نمیتونن و باید جوابگو باشن به همه دنیا. واقعا بله،
میخوام برم سراغ موضوع برنامه اون موضوع VAR که در سالیان اخیر به موضوع اساسی در فوتبال ایران تبدیل شده. وقتی هر روز و هر هفته هواداران فوتبال حتی خود فوتبالیستا میبینن که چقدر راحت در لیگ‌های اروپایی و آسیایی از تکنولوژی در جهت تصحیح اشتباهات و ابهامات داوری استفاده میشه، چاره جز حسرت خوردن براشون باقی نمیمونه. در لیگ‌های معتبر اروپایی اگه بخوام اشاره بکنیم، از فصل 2017-18 بود که VAR در لیگ‌های ایتالیا و اسپانیا به کار گرفته شد و بعد از اونم کم کم در همه دنیا، در همه لیگ‌های اروپایی هم همگی شد. از فصل دو فصل بعدش انگلیس. با وجود استفاده از VAR در خیلی از کشورهای خاورمیانه، ایران از خدمات اون بی بهره است، چون حکومت ایران جاهای مهمتری داره که پول‌ها رو خرج بکنه. بریم گزارشی در همین مورد ببینیم. لیگ در واقع آماتور فوتبال ایران و یک پروژه همچنان شکست خورده. ورود سیستم کمک داور ویدیویی. به خدا من حاضرم 1 میلیارد بدم که VAR بیاد. پروژه‌ای که ابتدا در فدراسیون شهاب عزیزی خادم خیلی پر سر و صدا مطرح شد، اما خب مطابق انتظار با دخالت نهادهای امنیتی به جایی نرسید. به شما میگم انواع انگ زدن منو بردن به دادگاه، منو کشوندن به دادگاه و تبرئه شدم اونجا. بابت چی؟ بابت این که این مال فلان کشوره، در صورتی که اصلا و ابدا دادگاه تبرئه کرده. مهدی تاج در بازگشت به فدراسیون فوتبال ورود VAR رو به عنوان یکی از وعده های اصلی دوران تازه مدیریتش مطرح کرد، وعده ای که پس از گذشت 6 ماه به اما و اگرهای بیشمار گره خورده. از جمله منابع تأمین بودجه برای خرید و نصب تجهیزات کمک داور ویدیویی که در هفته‌های گذشته محل بحث و جدل‌های زیادی بوده. اما اینکه یک دفعه 15 میلیارد تومان در تقریبا میانه‌های فصل و یه چیزی از میانه‌های فصل گذشته بخواد به بودجه باشگاه فرنگی آلومینیوم اضافه بشه، این نداره اختیار من، نداره اختیار هیئت مدیره باشگاه. باشگاه گفته که باید بریم سرکیسه رو شل کنین. آقای دکتر رجایان رفیق من، تیم آلومینیوم که اصلا 20 میلیارد چیزی نبراش، حتما تجهیز کنید. ماجرا از نامه فدراسیون فوتبال به باشگاه های لیگ برتری شروع شد. فدراسیون از توافق با شرکت بلژیکی EVS خبر داد و شرکتی به نام چشمانداز ارتباط رو نماینده این کمپانی در ایران معرفی کرد. شرکت EVS که فدراسیون باشگاه‌ها رو مجبور به همکاری با آن کرده، سابقه مشارکت با فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان، ایرانسل و صدا و سیمای جمهوری اسلامی را در کارنامه دارد. از همه جالبتر اما همکاری این شرکت با ستاد اجرایی فرمان امام، یکی از بازوهای اقتصادی جمهوری اسلامی است که تحت نظارت مستقیم علی خامنه‌ای اداره می شود. کسایی که توی این شرکت کار میکنن و تنها شرکت خاورمیانه که میتونه بیاره وابسته به رژیم اسرائیلی و این اون نیست، اون هست ولی این EVS اون نیست. سلام با صدا سیمای جمهوری اسلامی قرارداد داره با فولاد، همین دو سه روز پیش از این 1200 دوربین به فولاد مبارکه داده، با فولاد مبارکه قرارداد داره، با فولاد خوزستان قرارداد داره، با ستاد اجرایی فرمانه. این چیزایی که تو رزومه ما دیدیم، در واقع رزومه‌ای که دادن به ما اینه. به هر جهت این شرکت تایید شده. نکته مهمتر که بهانه‌های پیشین مخالفت نهادهای امنیتی با ورود VAR به ایران را زیر سوال می‌برد، ارتباط این شرکت با اسرائیل است. سال گذشته دلیل اجرایی نشدن کمک داور ویدیویی در ایران، همکاری شرکت انتخاب شده در دوره عزیزی خادم با اسرائیل بود. اما شرکت بلژیکی که مهدی تاج باشگاه‌ها را ملزم به همکاری با آن کرده، پیمانکار لیگ‌های دیگر کشورهای منطقه هم هست. از جمله تلویزیون اسرائیل برای پوشش لیگ فوتبال این کشور. ظاهراً وقتی پای منافع اقتصادی حکومت در میان باشد، این خط قرمز ها از بین می رود. تاج همچنین در نامه ارسالی به باشگاه ها از آنها خواسته بود اعتبار لازم را برای راه اندازی VAR تأمین کنند، موضوعی که باشگاه های دولتی زیر بار نرفتند و دولت را مسئول تهیه این هزینه ها می دانند. دست کم 3/4 باشگاه های فوتبال در ایران به لحاظ اقتصادی کاملا به منابع دولتی وابسته هستند، از جمله پرسپولیس و استقلال که ورزشگاه اختصاصی مسابقه هم ندارند. ما و استقلال تو استادیوم آزادی بازیامونه، بعد از اینکه ما و استقلال بخریم
شرکت تجهیز بخره، استادیوم آزادی بخره، فدراسیون بخره، چون به ارجحیت بازی‌های ملی اونم اونجا برگزار میشه. اظهار نظرهای مدیران باشگاه‌های دولتی در نهایت باعث عقب نشینی فدراسیون نشین‌ها شد. حالا تاج و همکارانش در همکاری پشت پرده با وزارت ورزش مانند پروژه برگشت کیروش VAR رو پروژه ملی نامید و مطابق معمول چشم به جیب مردم دارند. برداشت از بیت المال با همدستی مجلس در فصل بررسی و تصویب بودجه سال آینده دولت. من عدد قبل بعدن خدمت آقای دکتر فروردین میدیم، ولی بقیه ورزشگاه ها را نگرانش نیستیم. ورزشگاه آزادی که این دوتا باشگاه و تیم ملی توش باز میکنن اونجا مشکل داره، ما عدد را باید خدمت شما میدیم. تمام این بحث و جدل‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که ورزشگاه آزادی در فرسوده‌ترین حالت خود است و پولی برای بازسازی آن وجود ندارد. فدراسیون فوتبال ناتوان از تأمین هزینه لباس‌های گرم برای داوران یا سیستم ساده رادیویی برای آنهاست. ما اصلاً چیزها رو نداریم. سیستم رادیویی این قشنگ میگه. پس وقت انشاءالله به امید خدا با همت همه دوستان حمایت شما بیاد. داورانی که به دلیل فقدان این سیستم در فوتبال ایران فرصت قضاوت در بازی‌های بین‌المللی را از دست دادند و حالا برای گذراندن دوره‌های آموزشی لازم برای آشنایی با این سیستم باید روانه کشورهای همسایه مثل تاجیکستان شوند. بالاخره ما باید VAR رو بیاریم. حالا چه با این شرکت چه با اون شرکت، بله که تاجیکستان و ترکمنستان توی افسی با هم بگم ما VAR داریم، ما هنوز دنبال این باشیم که یه شرکت رو چکار کنیم. بله، میخوایم راجع به همین موضوع VAR صحبت بکنیم. محمد رضا فغانی داور ایرانی ساکن سوئد از استکهلم و از طریق خط اسکایپ همراه ماست. آقای فغانی سلام عرض میکنم، میخوایم ببینیم که چه اتفاقی داره میفته. الان کشورهای مثل تاجیکستان هم VAR دارن، اما موعود بنیانفر باید بره اونجا دوره ببینه، واقعا خجالت آوره. کلا چه مشکل یا مشکلاتی در راه نصب VAR در ایران وجود داره؟ منم از ادب و احترام دارم خدمت شما بقیه دوستان بینندگان. واقعا تأسف برانگیز به عنوان فدراسیون پنج ستاره و مدعی که این همه سال دایه اینو داره که جزو فدراسیون های پنج ستاره است، ما هنوز در تهیه امکانات اولیه داوری برای فوتبال لیگ پرهزینه‌مون موندیم و فهم میکنم این وعده های امروز و دیروز نیست. پنج سال چهار ساله که این وعده ها رو دارن میدن که هر فصل تیما رو به فصل بعد راهی میکنن برای اینکه فصل بعد احتمالاً وار داشته باشیم، و متاسفانه داریم میبینیم که حضور دلالی تو همین موضوع هم شما سابقه های تاج رو میتونیم مرور بکنیم و میبینیم که در تمام قراردادهای بزرگشون حضور داشتن و متاسفانه هیچ کدوم به سرانجام نرسیده و تاوان مالی سنگینی هم برای فدراسیون داشته. این موضوع هم همینطور داره به نظر میرسه هنوز داره ادامه پیدا میکنه. گروه های مختلفی دارن روی این موضوع تو فدراسیون فوتبال کار میکنن، از هدایت مومینی و چند تا داوری که فعال هستن و روی بازنشستگی هستن روی این موضوع دارن کار میکنن و متاسفانه هیچ نتیجه ازش بیرون نیومده. چند تا سیستم ویدیویی برای داوری امتحان شد که متاسفانه باز هم اونا به سرانجام نرسید و این موضوع کماکان ادامه داره. میبینیم تیم‌ها، بازیکن‌ها، مربی‌ها، تماشاچی‌ها همه ناراضی هستن از شرایط موجود و متاسفانه اشتباهات تاثیرگذار داورها بیشتر شده و این میتونه یه اثر مثبتی توی این موضوع داشته باشه که وار بیاد بخواد به کمک تیم‌ها برسه و من اینو نمیبینم که بخواد به کمک داورها برسه، چون رسیدگی به ورز داورها مطمئناً از طریق فدراسیون فوتبال و کمیته داوران باید این موضوع پیگیری بشه. امکانات اولیه، ساده ترین امکانات ما برای داورامون نتونستن تهیه بکنن فدراسیونمون. پرچم ویبرو و هدست فکر میکنم ساده ترین چیزیه که اینجا تو اروپا داورای درجه 2-3 که مثلا لیگای 3-4 رو قضاوت میکنن اینو خودشون سفارش میدن و فدراسیون میگیرن و متاسفانه ما برای لیگ برترمون تو مضیقه هستیم برای تهیهش و اینا جای بحث داره واقعا. دقیقاً. آرزا ما دو هفته گذشته در واقع دو تا برنامه گذشته صحبت کردیم در مورد احتمال گزینش داورا به ترتیبی خاص برای بعضی بازی‌ها گفتیم که البته صحبتمون نیمه تموم موند. در این مورد صحبتی برامون داری؟
الان چند تا صحنه همین الان تو تلویزیون نشون دادی شما و متاسفانه میخوام بگم که همین صحنه ها نمایانگر اینه که اشتباهات داوری واقعا اشتباهات خیلی پیش پا افتاده ایه و من به عنوان یه کسی که 25-6 سال تو فوتبال هستم وقتی میشنم از دوربین نگاه میکنم میتونم از داور تو نحوه حرکتش تو زمین ایراد بگیرم و فکر نمیکنم این چیزی باشه که توی کلاس داوری پیشرفت من بتونم به یه داور آموزش بدم و این ثمره تمام این سالهایی که 15 سال داور یه مسیری رو طی میکنه به لیگ برتر برسه. ولی کماکان این موضوع هنوز بر سر قرار هستش، با داوره تماس میگیرن، با داوره که رو به اتمام داوریشون و به لیگ برتر نرسیدن، به لیگ یک نرسیدن، پیشنهاد بهشون میدن که ما شما رو به لیگ برتر میاریم، ما بازی براتون میگیریم و شما نیاز به اینه که چند تا نتیجه رو برای ما عوض کنی. این موضوع هرگز پیگیری نشد و من خودم به شخصه یه قسمتی از این اعتراضا رو از این میبینم که بازیکن‌ها و مربی‌ها به راحتی دارن در مورد داورا اظهار نظر میکنن که نتایج بیرون از زمین بازی و توسط داورا بعضی وقتا داره رقم میخوره و متأسفانه عکس العملی از فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی، رئیس کمیته داوران، حتی خود داورا هم نمیبینیم و فهم می‌کنم این جای بحث باز برای بازیکن‌ها باز می‌ذاره که این شایعه رو داشته باشن که احتمالاً یه اتفاقایی داره میفته که فدراسیون این مدت طولانی رو سکوت کرده. یه نکته دیگه هم من خدمتتون عرض کنم، داوری که تو موضوع دلالی دخیل بودن و به بهانه‌های مختلف از داوری کنار گذاشته شدن، متأسفانه این روزا به عنوان مشاور دارن تیم‌ها رو دنبال می‌کنن. دقیقاً. فکر می‌کنم این خودش فساد است. این خودش فساد سیستمی هستش که متأسفانه فوتبال ما رو در بر گرفته. میلیاردها دلار پول کشور به آنی اختلاس میشه و هیچ اتفاقی نمیفته و فکر نمیکنم این 20 میلیارد تومان برای 15 تا باشگاه به جای لطمه بزنه که لااقل یه پیشبردی تو وضعیت فوتبالی باشه که همه مردم شاید عاشقانه دوستش داشته باشن. بله، بسیار متشکرم از شما محمد رضا فغانی عزیز که از استکهلم سوئد ما رو همراهی کردید. براتون موافقت میکنم. اما هر هفته بازیکن‌ها و مربی‌های لیگ برتری به عملکرد داورا و بازی‌ها اعتراض می‌کنن. خیلی از اونا سعی می‌کنن با استفاده از موبایل یا تصاویر دیگه داورا رو مجاب بکنن که تصمیمش رو عوض بکنه، تجدید نظر بکنه. در این رو بعضی از موقع‌ها می‌بینیم که اتفاقات عجیبی رخ می‌ده که اگر به یه اروپایی یا حالا به کشور دیگه نشون بدیم باورش نمیشه که همچین چیزی هم وجود داره. ببین تصاویر در همین مورد ببینیم. به خدا معذرم، 1 میلیارد دادم که وی آر بیاد. آقا نفری 50 میلیون بذاریم کل بازیکنای لیگ، من فکر می‌کنم به 400 تا بازیکن میرسیم دیگه. هر کدوم 50 تا بذاریم راحت فکر می‌کنم. آقا چرا باید بازیکن بده؟ کار مدیریتیه دیگه. اونو نمیدونم، حداقل میگم با این وی آر حداقل که فوتبال کشورمون داورای ذره بهتر تصمیم میگیرن. و سو اگین آی ویل آسک تو دی رفریز، دوباره از میخوام از Why you do only the big mistakes against چرا اشتباهات against us در Why? قابل ما انجام میدن. Finish. It's time to finish. واقعا برات متاسفم. من میدونی من چی میدونم راجبش. ببین چی باهات میکنم. شما برید ببینید اگر هندی که گرفتن ما گل خوردیم هند بود، پنالتی رو واسه ما نگرفتش. فکر کنم یه مقدار تکراری شده دیگه و خیلی پنالتی ها رو برای ما نگرفتن. حالا تو بازی های دیگه میگیرن ولی نمیدونم چرا برای ما پنالتی نمیگیرن. دوربین خود باشگاه وید گرفته زمانی که تیم حریف ضربه رو توپ میزنه، این بازیکن صاحب توپ، اینه تو آفساید نیستن، ولی این بازیکن تو آفساید بوده، این بازیکن صاحب توپ میشه که بعدش هم منجر به پنالتی میشه. ما رو به نفع تیم هوادار به پاینس. اینجا صحنه اخراج مهدی رحمتی، صحنه ای که ندیدید. بعد از این که سوت پایان 45 دقیقه اول به صدا در اومد، مهدی رحمتی رفت جلو. اینجا ببینید داره روی موبایل خودش صحنه ای که بهش اعتراض شد نشون میده، درجا بهش کارت قرمز داد آقای سید رضا مهتبی. و از این شرایطی که الان داوری ما داره واقعا شرایط سختیه. خیلی از بازی‌ها حتی هدست هم ندارن برای اینکه ارتباط خوبی بین همدیگه برقرار کنن. حالا VAR بماند که چند ماه پیش گفتن دوستان که قرار از نیم فصل دوم بیاد و هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. متاسفانه صحبت هایی کردن که واقعیت نداشت. اولاد قرار بگیره، یک به یک بازیکنان گلگهر میان و به توضیح میدن به داور در مورد اون صحنه. اینجا VAR اسمشو بذاریم وطنی هم داره چک میشه توسط قرعه‌نویی، موبایلشو آورده داره به آقای سلیمانی نشون میده.
بله اتفاقات خیلی عجیبه بود. دیگه کار به جایی رسید که تماشاگرا شعار وی ای آر رو سر میدن و عجیبتر از اون همه اینه که همه معترضن، همه میگن که برای ما خطا گرفته نشده، پنالتی گرفته نشده، بر علیه ما سود زدن و معلومه که چه کسی در این داوری لیگ برتر سود میبره. ما هم الان فکر میکنم که باید واقعا دست به کار بشن، اما اینکه دولت باید پولش رو بده، باشگاه ها باید بدن یا چه کسی باید بده و از چه طریقی باید وارد بشه خودشون هنوز نمیدونن. من همیشه سعی کردم داوری صحبت نکنم. هفته پیشم که نظرمو گفتم خیلی گفتم آقا شما در مورد داوری صحبت نمیکنید. ببینید چقدر آشور شده بود که منم در مورد داوری صحبت کردم. اما من همیشه سعی میکنم در مورد داوری صحبت نکنم. اما این چیزی که شما میگی مشخصا این ربطی به باشگاه نداره. اون کسی که این بازی ها رو برگزار میکنه، رئیس فدراسیون، در واقع فدراسیون فوتبال، مسابقات برگزاری لیگ، مسئول لیگ، باید این مشکل رو برطرف کنن. آخه این چیزی نیست که ما بگیم نباید انجام بشه. الان جزئی از فوتبال شده، مثل زمین فوتبال، مثل توپ فوتبال. من دو سه هفته پیش گفتم واقعا من خودم شرمنده میشم این توپی که فوتبالیست‌ها اینا دارن بازی میکنن. این توپا دیگه اصلا وجود نامرغوبه، مشخصه خارج از رده، خارجه. شما وقتی این توپ فوتبال داری، گفتم حتی این در واقع تکنولوژی خط دروازه که این دیگه ابتداییه دیگه، این چند ساله، حتی اینم نتونستیم بیان. واقعا ببینید ما هر روز میشینیم اینجا در مورد این فوتبال صحبت میکنیم، در مورد مشکلاتی صحبت میکنیم، اما من شنیدم، نمیدونم چقدر صحت داره، چقدر درست FATF چه میدونم این چیزی که باید ایران جزی از اون باشه. اگه جزی اون نباشه نمیتونه VAR بیاره، یعنی با منبع پول معلوم باشه. در هر حال مشکلات زیادی هست، اما فکر می‌کنم مهمترین موضوع اینه اون کسی که قراره این تکنولوژی رو وارد ایران کنه دنبال سهم خودشه. هر کی دنبال سهم خوده، اون کسی که دنبال این است که بتونه یه سهمی داشته باشه، به زودی میتونه این تکنولوژی وارد ایران بشه. بازم در روزهای هست که باید اشاره بکنیم که اگر همه چیمون نرمال بود و 44 سال پیش این اتفاق نیفتاده بود، الان ورزشگاه ما هم در بهترین سطح جهانی بود، بهترین تصویر برداری‌ها رو داشتیم، VAR داشتیم، مشکلی نداشتیم، ورزشگاه آزادی به این روز در نمی اومد که همه ارکانش به لرزه افتاده و سایر موارد. و اینم بگم که در اسکاتلند از همین سال پیش VAR اومد، در واقع دولت اسکاتلند 3 میلیون یورو در نظر گرفت و خرجش هم شد 1,200,000 تا و همه ورزشگاه های لیگ برتر اسکاتلند الان VAR دارند و باید ببینیم که در ایران چه خواهد شد. دیگه بریم سراغ بازی لیگ. استقلال بعد از 2 برد پیاپی مقابل ملوان و مثل کرمان در ورزشگاه آزادی میزبان نفت مسجد سلیمان تهیه جدولی بود. در این دیدار ریکاردو ساپینتو بار دیگه به دلیل محرومیت نمیتونست روی نیمکت بشینه. حسین حسینی هم مصدوم بود و نمیتونست بازی بکنه. در سوی دیگر میدان کسی روی نیمکت نفت مسجد سلیمان نشسته بود که دومین گلزن برتر استقلال در لیگ برتر. غلامرضا عنایتی ضمناً با 147 گل زده برای تیم‌های مختلف 7 تیم بهترین گلزن تاریخ لیگ برتر ایران به شمار میاد. او در شرایطی مسئولیت مربیگری مسجد سلیمانی ها رو پذیرفت که اونا در پایین‌ترین نقطه جدول بودن و مطابق معمول از نظر شرایط مالی هم وضعیت نامطلوبی داشتن. بریم مهمترین لحظات بازی این دو تیم رو به یاد بیاریم. که پاس بلند برای یامگا، حرکت عالی، پاس دیدیم به مقابل دروازه و گل. آرش رضاوند بازی رو در 5 دقیقه 1-0 میکنه برای استقلال. چه پاس بلند زیبایی رو فرستاد عارف غلامی. کنترل قشنگ از یامگا، پاسش به مقابل دروازه از مقابل قایدی رد شد، اما رضاوند اونجا بود و او بود که بازی رو 1-0 کرد. بعد از 3 سال و 2 ماه برای استقلال گل میزنه رضاوند. پشت محوطه جریمه مهری از همونجا ضربش رو میزنه. واکنش دیدنی مجد کرمانشاهی در حالی که توپ تغییر مسیر هم داد. عبداللهی توپ رو عارف غلامی برمیگردونه. میانه میدان ارسلان مطهری فرار کرده، تک به تک عبور میکنه از دروازه‌بان ارسلان مطهری و تکل عالی گودرزی توپ رو بیرون میزنه. مهری پشت توپ بلند میفرسته برای دروازه، ضربه سر سیلوا، حالا محبی، یه واکنش دیدنی دیگه از کرمانشاهی که توپ رو بیرون فرستاد. شنانی در ضد حمله برای نفت مسجد سلیمان، سر توپ میزنه میاره وسط، تعادلش به هم میخوره، هر جوری از توپ به کریمی رسونه، کریمی و واکنش رضایی که با وجود مصدومیت توپ رو به ترتیب که دیدیم روانه کورنر کرد. یه فرار دیگه از قایدی، خود قایدی از همونجا شوت میزنه،
و کرمانشاهی بازم مجبوره که حرکت بکنه تا تو گل نشه. یه پاس خوب از رضا و قایدی، این دفعه گل. قایدی گل میزنه و بازی رو 2-0 میکنه. استقلال 2-0 مرسی سلیمان 0. خیلی خوب در فضای خالی بین مدافعا حرکت کرد قایدی. خوشحالی روی ماتا دستیار ساپیندو رو هم کنار زمین دیدیم. اینجا قایدی از اون فضای خیلی زیاد استفاده میکنه و بازی رو 2-0 میکنه. یک بار دیگه، این دفعه مطهری، عکس‌العمل کرمانشاهی، مرد پرکار این مسابقه. خط دفاع نفت مرسی سلیمان خوب کار نکرده. این طرف موقعیت برای گودرزی، ضربش به تیر افقی دروازه برخورد میکنه. بعد از یه دریبل سرپای قشنگ، گودرزی با پای چپ توپ رو به تیر دروازه زد. بد شانس بود. چشمی که پاس عمقی برای قایدی، فرصت برای قایدی، قایدی و توی دروازه، گل سوم برای استقلال. قایدی دبل میکنه در این مسابقه و چهارمین گل فصلش رو به ثبت میرسونه. یه حرکت قشنگ در عرض و بعد بلافاصله ضربه. 3-0 استقلال. پرتاب بلنده رضا مقانلو رو شاهد هستیم، میندازه به مقابل دروازه سعیدی فر، اشتباه میکنه، گل. گل برای نخت مرش سلیمان. یه اشتباه بسیار بچگانه از سعیدی فر، توپ رو انداخت در مقابل میلاد شیخ سلیمانی و این بازیکن بازی رو 3-1 کرد. توپ چقدر رو هوا بود، بازم نتونست عکس العمل خوبی رو نشون بده. 3-1، امیدوار میشه نفت، اما یه وقتی نمونده. این طرف باقرس فرصت برای قایدی، تعادلش به هم میخوره و پنالتی. حمید حاج ملک نقطه پنالتی رو نشون میده. ببینه پنالتی رو کدام بازیکن استقلال میزنه. این لحظه یکی قایدی روی زمین افتاد، یه مقدار مشکوکم بود، خود قایدی میزنه و میگیره کرمانشاهی. کرمانشاهی توپ رو میگیره هر جوری هست، اما توپ بله پاش از خط جدا بود و باید تکرار میشد. بر ترتیب سوت پایان مسابقه، پیروزی 3-1 استقلال در مقابل نفت مسجد سلیمان در ورزشگاه آزادی تهران. قبل از اینکه بریم سراغ آمار، آرزوی سلامتی میکنیم برای خسرو حیدری، مربی استقلال، که شب قبل از بازی با نفت مسجد سلیمان مورد سرقت و زورگیری قرار گرفت و زخمی شد. مالکیت استقلال بیشتر بوده، شوتاش بیشتر بوده، شوت در چارچوب استقلال هم بیشتر بوده. کلا استقلال خیلی بهتر بازی کردن از همه نظر. استقلال در 4 بازی دور برگشت 11 تا گل زد، 10 تا گل تو همین 3 تا بازی آخر. تو کل نیم فصل اول تو 15 تا بازی 15 تا گل زده بود که آمار بسیار ضعیفی بود. سومین برد پیاپی استقلال که هوادارش امیدوار کرده. و بریم سراغ محمد. محمد واقعا فکر می‌کنم که مهدی قائدی برای بازیکن‌های نفت مسجد سلیمان نامرئی بود، نمی‌دیدنش. منم قبل از آرزوی سلامتی کنم برای خسرو، واقعا خبر شوک‌آوری بود. اما این موضوعی که شما گفتین 3 تا بازی 10 گل دلیل داره. ببینیم یه موضوعی که قبل از این 3-4 بازی قبل ما دیدیم، همیشه استقلال با 3 تا هافک دفاعی بازی میکرد، مهدی پور، در واقع زوبر نیک نفس، در روزبه چشمی، هیچ کدوم از اینا تو حمله نمی اومدن. از اونم که آرش رضاوند و سعید مهری هم اضافه شدن، سعید مهری اجازه داره بیاد تو حمله، آرش رضاوند خیلی خوب اضافه میشه، اون 3 نفرم جلو هستن. همیشه تحت هر شرایطی 5 تا بازیکن تو 18 قدم حریفان هستن که من اینجا مشخصا نشون میدم. وقتی بازی شروع شد، تیم نفت مسجد اومد با سیستم 5-4-1 قشنگ دفاع کنه. اما نکته ای که جالب بود این بود که همیشه فضای لازم به استقلال میده. حالا من نشون میدم چرا. همون اول بازی ببینید چند تا بازیکن استقلال به محض اینکه شروع میشه 4 نفر میرن تو حمله. ببینید همین شرط نگاه کنید، 4 در مقابل 4 میشه. یکی از اون 4 نفری که اضافه شده کیه؟ رضاوند. ببین رضاوند همیشه خودشو اضافه میکنه و این نکته مثبت تیم استقلاله. در صحنه گلی که در واقع اتفاق میفته شما نگاه کنید، همون اتفاق دوباره، این فضای لازم به کی میدن؟ به یامگاه. شما 5-4-1 که تیم نفت رو میبینید، اما اینجا که باید به بازیکن تحت فشار بزنید، تحت فشار نمیذارم، شرایط به گونه پیچونه. وقتی یامگاه از یک در موقع رد میشه، شما چند تا بازیکن الان تو باکس میبینید؟ 4 تا بازیکن. رضاوند کجاست؟ اون چیزی که بهش میگن لیت رانر، از کجا خودش اضافه میکنه؟ چند نفر تو باکس از پشت 18 میاد؟ 5 نفر. ببینید همیشه تحت هر شما 5 نفر تو باکس داشته باشید، از اون ور مدافع کنار سلمانی اضافه میشه، 6 نفر مطمئن باشید به موقعیت گل برای خودتون به وجود میارید. اما اون چیزی که مهمه، شما وقتی داره توپ ارسال میشه، عارف قلیمی مدافع تیم نفت و مسجد تحت فشار نمیذاره، اون فضا در اختیار تیم استقلال قرار میگیره، به راحتی ارسال میشه پشت خط دفاعی، میرن تو این صحنه. ببینید الان ما رضاوند رو نمیبینیم،
دقیقاً تو این صحنه ما رضاوند، اگر رضاوند اضافه نمیشد تو گل نمیشد. اون چیزی که در هفته های قبل در استقلال نبود، هافبک‌های وسط از در واقع مرکز زمین اضافه، مهدی پور اضافه نمیشد، زوبرینیکنف اضافه نمیشد، ولی اینجا رضاوند اضافه میشه و یه پاس قشنگ، من به اینا میگم گل نمیگم، پاس به تور میگم، واقعا پاس کرد گل. شما یه بار دیگه وقتی تو به احسان میشه، شما ببینید سلمانی مدافع چپه چند نفر توی قدمن؟ 5 نفر تحت هر شرایط، 5 نفر توی ایجه قدم، 2 نفرم بیرون ایجه قدم منتظرن توپای دومو بگیرن، سرا رو همه استرالیا میزنن. ببین تو این شرایط مطمئنا شما به گل میرسی وقتی اینقدر تعداد نفرات زیاد داری. باز مهدی قادری ثابتون میکنن، چند نفر تو حملن؟ 5 نفر. ببین تحت هر شرایطی 5 نفر تو حملن، شما تو این شرایط مطمئن باشید هر تیمی رو میتونی تحت فشار قرار بدی. یعنی استقلال یه جوری فوتبال بازی میکنه، اگه هر تیمی جلوش اینجوری بازی کنه نمیتونه به این تیم لحظه بزنه. اما چیزی که برای من خیلی مهمه نوع ایستادن مهدی. حالا به مهدی قائدی برسیم. در بازی قبل میگفتیم مهدی قائدی لب خط بازی میکنه، جعفر سلمانی معمولا میاد تو کانال، اما تو این بازی کاملا متفاوت. ما میبینیم مهدی قائدی همیشه اون فضایی که عاشق این فضای صاحبتون میشه، فضایی که به راحتی میاره تو پای تخصصیش و ضربه میزنه. ببینید تو این شرایط ما میبینیم که در واقع یک نکته مهم، ببین باز دوباره مهدی قائدی کجاست؟ تو همون فضا. میبینید اون فضا رو باز دوباره دفاع 5 نفره باز در اختیار تیم قائدی قرار میده، حالا این توپو میکنه تو گل. اما اوج کار مهدی قائدی میدونین کجاست؟ اونجا که میچرخه، یعنی بدون اینکه توپو تاش بکنه، بدون اینکه توپو در واقع لمس بکنه میچرخه. ببینید پاس رضاوند که بی‌نظیره، شما قائدی رو نگاه کنید، ببینید چرخشش بی‌نظیر بود، چون از توپ جلوتر بود، این زمان رو در اختیار داشت که بتونه از پای راستش استفاده کنه توپو بفرسته زاویه مخالف. یک بار دیگه چند نفر تو باکس هم؟ 5 نفر، 6 نفر. این تعداد نفرات زیاد استقلال در حمله باعث شده که این تیم بتونه گل‌های زیادی بزنه. باز مهدی قائدی خودش رو به کجا میرسونه؟ همون جایی که باید باشه. ببینید الان 3 تا 4 تا اونجا صاحب توپ شده که دو تاش کرده تو گل. من نمیدونم چرا بازیکن مدافعای افغانستان نمیبیننه، اصلا متوجه نمیشن که مهدی قائدی اونجا توپ بگیره تمومه، کارتون تمومه. چون به خاطر اینکه وقتی تو 18 قدم صاحب توپ میشه شما هیچ کاری نمیتونی. باز دوباره نگاه کنید تو 18 قدم به مهدی قائدی ترنگل بزنی پنالتیه، ترنگل رو نزنی بهش آزاد بشه توپ اینجوری میکنه تو گل. یعنی واقعا تو این 3 4 تا بازی استقلال به این دلیل تونست گلای زیادی بزنه که تعداد نفرات تو حمله زیادن و مهدی قائدی تو این بازی دقیقاً جایی بازی کرد، جایی در واقع جایگیری کرد که خطرناکه، فضایی که مورد علاقه خودشه و میتونه دروازه هر تیمی رو باز کنه. بسیارم آماده به نظر میسه قائدی این روزها. میخوام بریم سراغ بقیه بازی‌ها. فولاد و سپاهان برگزار کننده یکی از حساس‌ترین بازی هفته بودن، دو تیمی که نسبت به دیگر تیم‌های لیگ برتر از نظر باشگاهداری و کار حرفه‌ای بالاترین کیفیت رو دارند و از باشگاه‌های بازیکن‌ساز ایران به شمار میرن. اما برخلاف سپاهان که این فصل برای قهرمانی می‌جنگه، فولاد میان جدولیه و توی چند هفته گذشته خوب نتیجه نگرفته بود. سپاهان رامین رضاییان و امید نورافکن دو ستارش رو نداشت. بریم گزارش آیدین مقیمی از این بازی رو ببینیم. شروع حساس‌ترین بازی هفته 19 لیگ شبیه مسابقات اروپایی بود. فولاد آرنای اهواز، فولاد میزبان سپاهان، چمن عالی و البته با حضور تماشاگران. بغل دروازه زد ضربش رو سعید واسعی. بازی با فشار فولاد شروع شد اما پیام نیازمند مطابق هفته‌های قبل نشون داد گل مفت نمیخوره. پیام نیازمند سپاهان رو در بازی نگه میداره. البته شاگردان مورایس هم گهگاه خودی نشون میدادن. چرانه در محوطه جرم ضربه سر زده میشه و کنار دروازه به بیرون میره. شروع نیمه دوم با یک شوک بزرگ برای میزبان همراه بود. در محوطه جریمه میره درون دروازه قرار بگیره به اشتباه. دروازه باز میشه روی اشتباه مدافعین فولاد. شاگرد جواد نکونام برای سومین بار در 19 بازی به اشتباه دروازه خودی رو باز کردن. بعد حالا عقب میفته، فکر میکنم بازیکن شماره 72 این بار محمد نژاد مهدی مدافع پیشین سپاهان دقیقه 48. ارسالی که اینچنین انجام شد این بازیکن دور از دستار کنت. فشار فولاد برای گل مساوی باز هم به یک دروازه‌بان آماده میرسید. چه زمینی برای بازیکنان فولاد خوزستان برمیگردون اونجا. چه هوایی. و یه بار دیگه. البته پیام نیازمند برای بسته نگه داشتن دروازش دو بازی مهم هم داشت. زده میشه، میتونه دروازه باز بشه. تیر دروازه. تیر افقی دروازه. چقدر بد شانس این فولاد. یه بار دیگه. دو بار دیگه و حالا باز هم فولاد. چه مدافعین جان برکفی که جواد نکونام رو به زانو درآوردن. این چهره جوادی چطور این توپ
توی دروازه نرفت. سپاهان چند ساعت بیشتر طاقت جدایی از صدر جدول رو نداشت. پنجمین برد پیاپی زردهای اصفهان، جبران شکست دور رفت، شکستن تلسم 7 ساله نبردن فولاد در اهواز. برنده میشه و 39 امتیازی میشه سپاهان. چرا تماشاگر رفته بود اما فولاد بازی رو با پانک بازی برتر ارائه داد. 62% اونا توپ در اختیار داشتن، نسبت سپاهان وضعیت بهتری داشتن 38%. در سایر موارد هم می‌بینید که وضعیت فولادی ها بهتر بوده. فولاد کماکان مشکل گلزنی داره. اونا پرسپولیس رو دو هفته پیش بردن، اما بعد از اون بعد از برد مقابل پرسپولیس دو تا بازی یکیچ باختن که هفته گذشته مقابل تراکتور بود و این هفته هم سپاهان و سپاهانی 5-7 تا میبرن. محمد چه اتفاقی افتاد؟ در مورد فولاد من فکر می‌کنم که بهترین بازی‌هاش واقعا دید. خیلی تیمش خیلی خوب فوتبال بازی کرد، اما باید سپاهان حالا دیگه ترسید. سپاهانی که روز خوبش هم میتونه، روز خوبش هم نباشه میتونه ببره در غیاب ستارگانش. من همیشه میگم به سپاهان مثل یه تیمیه که مثل بمب افکنیه که تمام نقطه قوتش تو بالاشه، تو کنارشه. وقتی نور افکن و رامین رضایان نیستن، این خودش مشخص میشه که این تیم چه مشکلات بزرگی. اما توی دروازه پیام نیازمند تمام مشکلات رو برطرف کرد. ببینید توی این شرایط واقعا تعداد نفرات تیم سپاهان، ببینید ما کمتر از این تیم سپاهان اینجوری می‌دیدیم که این همه تعداد نفرات زیاد در دفاع باشن و این نقطه قوت تیم سپاهان بود. اینجا گلی که می‌خوره تیم فولاده. من همیشه میگم یه جایی درست همه دیدیم که نجات میتون اشتباهی، ولی اینجا اگه مدافع تیم فولاد فقط لاین پاسو می‌بست، اجازه نمی‌داد در واقع میلاد زکی پور این ارسال رو بکنه، شاید این اتفاق نمی‌افتاد. ببین من همیشه میگم باید از سرچشمه مشکل رو برطرف کنه. اگر اونجا اجازه نمی‌دادن ارسال بشه، اینجا نجات مدی مشکل به وجود نمی‌اومد. اما بازم گفتم مشکلی که در واقع نقطه قوتی که تیم سپاهان داشت، تعداد نفرات زیاد در دفاع بودن. تمام 11 تا بازیکن میومدن تو دفاع. تو این شرایط یه دروازه‌بان آماده هم بود که هر معجزه بود داد میکرد از این دفاع رد میشد. این نیازمند بود که بهترین در واقع ببینید نوش واسطه‌درش نگاه کنید، واقعا یه کلاس آموزشی بی‌نظیره. بی‌نقص وایستاده، بی‌نقص برون دروازه‌بان، بی‌نقص وایستاده و در واقع سیو دوم انجام میده. باز یه بار دیگه در واقع میتونم بگم نیازمند همه کار برای سپاهان کرد، اما نوع بازی مدافعین تیم سپاهان نگاه کنید چطور میره دو مدافع انقدر تصویر بده. من تشخیص دادم که چطور میره چنگ و دندون، چیزی که میگن ما سپاهان اینجور ندیده بودیم. سپاهانی که وقتی توپ نداره اینطور نیست، اما واقعا تو دفاع بی‌نقص بازی کردن، واقعا بی‌نقص بازی کردن، با همه وجودشون بازی کردن. یعنی واقعا الان من اعتقاد دارم الان سپاهان یه تیمی شده، نگاه کنید چند نفر توی 18 قدم خودشون هستن، عین 10 نفر کل تیمشون برگشتن دفاع چند لایه. حالا خیلی‌ها میگن که خب این تیم مثلا خب یکی جلوه، اما ما قبلا این اتفاقات ندیده بودیم. تمام بازیکنان تیم سپاهان برگشتن تو حمله، کار دفاع خیلی خوب انجام دادن. ما اینطور نه، حتی بازی نیم فصل اول ما در واقع این حس از تیم سپاهان که به این خوبی دفاع کنه ندیده بودیم، که حالا می‌بینیم به مقدار می‌تونیم بگیم واقعا با تمام تیم‌ها مراقب باشن که این سپاهان بوی قهرمانی میده واقعا. بله، اما بریم سراغ بازی صنعتی نفت و پرسپولیس. صنعتی ها هم مثل نفت و مسجد سلیمان در خطر سقوطن و برای فرار از رده 15 جدول نیاز داشتن که پرسپولیس رو ازش امتیاز بگیرن. نفتی های آبادان فصل گذشته در برابر پرسپولیس در خونه با 2 پیروز شده بودن. اتسون تاور اسمربی صنعت توی این مسابقه طالب ریکانی با تجربه رو بعد از یه بازی غیبت دوباره در ترکیب ثابت تیمش قرار داده بود. در سمت دیگه زمین هم پرسپولیس برخلاف اونچه که یحیی در پایان بازی با آلومینیوم ادعا کرده بود، نه تنها با امیدش بازی نیومده بود، بلکه با یه ترکیب کاملا هجومی وارد بازی شد و تنها علیرضا بیرانوند به دلیل محرومیت جای خودش رو به احمد گوهری داده و پیرام که بازی نمی‌کرد. بریم خلاصه‌ای از بازی دو تیم رو ببینیم. یکی خوب از عمری ضربه رو میزنه، گروسیان توپ رو در اختیار میگیره، میارن لب خط. حسین سنگرگیر مدافع راست جوان تیم صنعت نفت همون لبه خط حرکت میکنه، میفرسته مقابل دروازه یوسفی و توی دروازه، گل برای صنعت نفت آبادان. دقیقه 7 مسابقه این پاس فوق‌العاده سنگرگیر هست، درست روی خط طولی زمین توپ فرستاد با یک کات مناسب به مقابل دروازه بین ولسیانی و اسماعیلی فر و توپ تبدیل به گل شد توسط فردین یوسفی با یه ضربه سر شیرجهی بسیار تماشایی. یکیش برای صنعتی ها. ممیزاده، خود ممیزاده توپ ازش میگیرن،
تلاش میکنه پاس میده، فرصت برای ریکانی و عکس العمل گوهری، اجازه نمیده که اختلاف دو گل بشه. توپ رو با یه خوب ممیزاده و ضربه طالب ریکانی همیشه شوت زن و گوهری که عکس العمل مناسبی رو ارائه میکنه. پشت منطقه جریمه موقعیت برای بازیکن پرسپولیس، تورایی پاس میده، اونجا خیلی شلوغه، اسد بگی توپ میخوره زیر تیر دروازه و حالا گل. گل برای پرسپولیس. چه اختیاباته، بالاتر از همه توپ بریشی رو وارد دروازه میکنه، در حالی که به نظر میرسه تو اولام گل شده باشه. در ترتیب شیخ دیاباته با ضربه سر توپ رو به قعر دروازه میفرسته. 1-1 مساوی. یه ضربه میخوره به توهی دست، فرصت اونجا برای بازیکن پرسپولیس و گل. دیاباته بازی رو 2-1 میکنه. صنعتی رو به آفساید اعتراض دارن. این لحظه که آل کثیر به دیاباته پاس میده، یه کم فقط کتفش جلوتر بود که فقط در وی آر شاید تشخیص داده بشه. به هر حال دیاباته بازی رو 2-1 کرد. به هر شکل میتونست این گل مردود بشه. یک بار دیگه پشت محوطه جریمه، حرکت خوب از بازیکان پرسپولیس. ترابی حالا ضربه‌اش رو میزنه، بلوکه میشه، فرصت برای دانیال و عکس العمل خوب گروسیان و در نهایت ضربه عمری که به کنار دروازه رفت. بازم پرسپولیسی از سمت راست دارن فشار میارن که اختلاف رو بیشتر بکنن. یه فرار دیگه، دانیال این ضربه هم با اختلاف زیاد از کنار دروازه به بیرون میره. این هم سوت پایان مسابقه و پیروزی 2-1 که پرسپولیس در مقابل صنعت نفت در آبادان. مالکیت توپ دو تیم نزدیک به هم بوده، اما خب پرسپولیسیا از نظر شوت در وضعیت بهتری بودن. 6-3 ضربات در چارچوبه که ملاحظه میکنید، تعداد پاس ها هم ملاحظه میکنید که نزدیک به هم بوده. پرسپولیس بعد از 2 بازی تونست به روند برد برگرده. از 23 گلی که پرسپولیس تو این فصل زده، 12 تا گلش خارجی زدن که نشون میده که اونا بازیکن خارجی خوبی دارن. خبر خوب برای پرسپولیس بازگشت سعید صادقی از مصدومیت بود که در این بازی به صورت جانشین به بازی اومد. به سراغ محمد تقوی و بحث فنی مسابقه. بذات قبل از من نرمات تیم نفت آبادان صحبت کنه. با این کیفیت از بازی واقعا جایگاه این تیم اونجا نیست. خیلی خوب فوتبال، خیلی خوب بازی کردن. البته کی، زمانی که توپ دارن. شما نگاه کنید موقعیت حفظ توپ، تنها تیمی که فکر می‌کنه میتونه اینقدر پرسپولیس تحت فشار بذاره که برابر باشه تیم نفت آبادانه. اما وقتی توپ ندارن واقعا به برزیل میگن عاشق توپ هست. این بی‌دلیل نیست به آبادان میگن برزیل ایران. شما وقتی بازی شروع میشه، من بازم میگم همیشه وقتی یه گل زده میشه یه جایی اشتباه از یک جای سر زده میشه که هیچکس در واقع فکرش نمی‌کنه. این چیزی که در فوتبال بهش میگن توپ اول، ضربه اول بازیکن تیم پرسپولیس میزنه. توپ دومو باز بازیکن تیم پرسپولیس میزنن. اینجا اون معنی توپ سومی که در اصطلاح میگن، اینجا توپ سوم. توپ سومی کی میگیره؟ نفتیا. تیم نفت آبادان میگیره. توپ سوم نفت آبادان میگیره و راحت اونجا سعی میکنه در واقع بازی رو شروع کنه. چقدر راحت اجازه میدن که این بازیکن حمله کنه. دقیقاً اینجا اون چیزی که من میگم حسین سنگرگیر، من همیشه میگم ترابی بسیار عالیه، ولی اینجا نگاه کنید چقدر راحت اجازه میدیم بازیکن رد شه و چقدر راحت اجازه بازیکن ارسال کنه. اگه ترابی اینجا اجازه نمیده سان بشه اونجا تو گل نمیشد. اما ببینید اینجا ترابی اشتباه میکنه. اونجا نوع وایسن 4 تا دفاع پرسپولیس خیلی خوب وامیزه و اون بازیکن که پشت در واقع دانیال، دالیان با عنوان دفاع راست باید مراقب باشه. ببینید بازیکن چطور از نقطه کور استفاده میکنه و میاد جلوی دانیال توپو قطع میکنه. ببینید دانیال اسم برمان مدافع راست باید یه جوری وایسه که حتما بازیکن پشت خودش فردین یوسفی رو ببینه. تو این زمان اگر بتونه دستشو باز بکنه، ببینید دستشو باز بکنه که اگه مهاجم میاد بخوره به دستش، حداقل همین باعث میشه که مانع از این بشه گل زده بشه. اون کارم نکرد. ببین پرسپولیس چطوری به گل میرسه، یعنی میتونه موقعیت گل به وجود بیاره. به راحتی تو با یه پاس از 3 تا بازیکن نفت خارج میشن، پاس دوم دیاباته رو صاحب توپ میکنه. دیاباته بازم گفتم آماده باشه بی‌نظیر فوتبال بازی میکنه. تو با 2 تا پاس رفت تو 1/3 حمله، دیاباته صاحب توپ میشه. به محض اینکه توپو میسپاره خودشو کجا میرسونه؟ تو 18 قدم. تو این شرایط ببین تعداد نفرات پرسپولیس چقدر میشن، چند نفرن. بازیکنان تیم نفت رو ببینید کجا وایسادن، چقدر نظمشون به هم خورده، چه فضایی در اختیار در واقع سینا اسدبگی قرار میگیره و گل زده میشه. تیم نفت زمانی که توپ نداره هیچی، نه سیستم دفاعی مناسب، ولی اون چرخش دیاباته هم واقعا دیدنی بود تو این صحنه.
هیچ سیستم، هیچ استراتژی، هیچ شکل دفاعی نداره، پرس خوبی هم نمیکنه. خب تو این شرایط مطمئنا دروازه اینجوری باز میشه. بازم میگم فرصت طلبی به دیاباته خیلی کمک کرد اینجا دروازه تیمشون باز شد. اما بازم میگم زمانی که نفت آبادان نداره، اگر بخوای جلو پرسپولیس اینجوری بازی کنی، بازم میگم نمیتونی این تیمو ببری. با توپ زده میشه دیاباته رو نگاه کنیم، از بدنش بی‌نظیر استفاده میکنه، توپو میگیره قشنگ شیلد میکنه، توپو میسپره، سری میره تو حمله، سری خودش میرسه تو حمله. ببینید توپ زاده کجا رفته، موقع گل برخوش درست کرده. ببینید دیاباته، گفتم که دیاباته تو این شرایطی که الان لوکادیا رفت خیلی به کمک پرسپولیس داره میاد. یک بار دیگه بازم میگم چیزی خیلی مهمه اینه که تیم پرسپولیس وقتی صاحب توپ میشه میدونه چی میخواد. اینجا توپو میگیره، ببینید چه اتفاقی میفته. تمام برای به ندرت ضعفاتی بود که بازیکنای تیم نفت تعدادش زیاد بود در دفاع، اما چه اتفاقی میفته؟ اسد بگی توپو میده عقب. توپو وقتی میده عقب، ببینید سه تا بازیکن تیم من، نمیدونم سه تا بازیکن تیم نفت چطور راحت میان جلو توپ. الان مگه شما میتونید پرس کنین؟ ببینید به راحتی دفاع تیم نفت باز شد، با یه پاس بلند سه تا بازیکن از جریان بازی خارج میشن، اونجا صاحب توپ میشه بازیکن تیم پرسپولیس اگه اشتباه نکنم محمد عمریه. باز نگاه کنید، حالا هیچ فضایی نبود، ببین چه فضای زیادی در اختیار میلاد سرلک قرار گرفت. اون پاس به عقب ایسینا اسد بگی برای این بود که این فضاها درست بشه و سرلک این پاس دیدنی رو بده برای در واقع ایسال کسی. شاید حالا خب بگیم دفاع اشتباه کرد، اشتباه. بله هر دفاع اشتباه میکنه، اما اون کار درست انجام شد. این پاسی که داده شد بین 6 نفر ارسال شد، میگن تو این شرایط شما باید ریسک کنی، ایراد نداره، شما پاسو بده. خب هر بازیکنی ممکنه اشتباه بکنه، اما کار اصول و درست و پرسپولیس انجام داد و به گل رسید. بازم نگاه کنید دقیقه 70 چه فضای در اختیار پرسپولیس قرار میده تیم نفت آبادان. میان قشنگ میگیرن، پرسپولیس قشنگ میدونن که تو این شرایط چیکار باید بکنن. حفظ توپ میکنن، توپو نگه میدارن، میرن عقب، میان جلو. ببین هر تیمی بخواد جلو بره، بازم من همیشه گفتم هر تیمی جلو پرسپولیس بخواد اینجوری بازی بکنه واقعا تنبیه میشه. تنها تیمایی میتونن جلو پرسپولیس نتیجه بگیرن که تحت فشار بازی کنن و فضا به این تیم ندن. اینجا دقیقه 85، ببین دقیقه 85 تیمی که در واقع میخواد چیکار کنه نتیجه رو حفظ کنه، چجوری نتیجه رو حفظ کنه؟ دفاع کامل نمید. پاس میدم، ببین 2-3 قشنگ دقیقه تو زمین، تو زمین حریف هستن، میان عقب دوباره تو میبرن تو زمین حریف. 5-6 هیچ عجله ندارن، 7-8 به راحتی. ببین بازیکن تیم نفت نمیتونن توپ ازشون بگیرن، 2-1 هم عقبن. بازم میگم شما برای صدومین بار میگم، شما اگر میخواین پرسپولیس تحت فشار قرار بدی، یا باید خیلی پرس سنگین کنی که اجازه ندی به این راحتی برای خودشون موقع 12 تا پاس دادن، یا برگردی تو دفاع، کاری آلمانی عراق کرده بود، کاری که فولاد کرد، برگردی تو دفاع و تمام فضا رو بپوشونی. نفت و آبادان برزیلی بازی میکنه و برزیلی هم میبازه واقعا، و پرسپولیس خب به نظرم خوب بازی کرد و نتیجه هم گرفت. بله متشکرم از محمد تقوی، نکات ظریفی رو شنیدیم ازش مثل همیشه. برسیم به سایر بازی‌های این هفته یه لیگ برتر. دو بازی سه‌شنبه برگزار شد، آلومینیوم و مس رفسنجان، نساجی و پیکان. گزارش این دو بازی رو هم ببینیم. ایموری ارسال بلند پاس خودشه بلندی که دو آدمی مس رفسنجان کم باخترین تیم لیگ بدون سرمربی محرومش در هفته 19 به زمین آلومینیوم عراق رفت. میزبان بهتر شروع کرد و حرکاتشون بوی گل میداد. تماس پور حمیدی دفع میشه. نقیزا تماشاگرای عراقی 22 دقیقه بیشتر برای این اتفاق انتظار نکشیدن. آزادی و گل توی دروازه محمد رضا آزادی هم به جمع بازیکنای شش گله لیگ وارد شد. برداشت و این مهاجم جوان دقیقه 50 روز رویایی هانسل زاپاتا بعد از پاس گلی که به آزادی داده بود تکمیل شد. کاندیدای جدی یکی از زیباترین گل‌های فصل. پاس روی پا، کنترل عالی و ضربه روی پا و بدون حرف. دروازه تیم عراقی هم در این بازی باز شد. منشاو توی دروازه. آقای گل فصل قبل لیگ 2 دقیقه بعد از ورودش به بازی بالاخره در فصل جدید گل زد. برد روی پای راست. اولین گل منشا آخرین گل این بازی بود. توپ در دروازه قرار. اساتید تساوی دومین باخت فصل رو تجربه کردند و آلومینیوم تا رتبه ششم بالا اومد. نساجی برای اینکه بردن تو لیگ یادش نره، بازی با پیکان جلوی چشم هواداری متعصب قائم شهری در چمن نچندان سبز و یک دست ورزشگاه وطنی فرصت خوبی داشتن. اگر اشتباه نکنم از این فاصله 3 دقیقه بعد از شروع نیمه دوم میزبان صاحب یه ضربه پنالتی شد. حامد شیری ششمین گل حامد شیری که کاپیتان نساجی رو با 6 نفر دیگه در صدر جدول گلزنان شریک کرد.
رشید مظاهری هم بعد از دو بازی و یک نیمه کلینشیت بالاخره گل خورد. زیر توپ خیلی توپ دور نمیشه. برتری نساجی اما 20 دقیقه بیشتر پابرجا نبود. دروازه رو باز میکنه. ببینیم شرزو تمیروف دقیقه 69 گل تساوی پیکان رو زد. هرچقدر تمیروف از این گل خوشحال بود، همونقدر سکوها ساکت شد. سکوت هواداران. فشار نساجی برای برتری دوباره جواب نداد. پیکان با یک لشکر بازیکن مازندرانی یک امتیاز از زمین تنها نماینده مازندران بیرون کشید و پنجمین هفته بدون برد برای شاگردان حمید مطهری. اما دیگه فرصتی نیست. و سه بازی هم چهارشنبه برگزار شد. هوادار با تراکتور بازی کرد، زوبا هم با ملوان و گلگوهر هم با مس کرمان. بریم اونها رو ببینیم. به نام خدا. سلام. در کنار برتری پرسپولیس در زمین صنعت نفت آبادان، سه بازی دیگه از هفته 19 لیگ برتر چهارشنبه برگزار شد. تقدیم حضورتون می‌کنیم. هوادار بعد از 6 هفته نباختن در ورزشگاه خالی از تماشاگر میزبان تراکتور بود. مشکل مجهز نبودن ورزشگاه به سامانه فروش الکترونیکی بلیت، یکی از 10 ها کمبود لیگ برتر. بعد از یک نیمه اول متعادل هوادار این شانس رو داشت که از حریفش جلو بیفته، اما اخباری یک گل برای تراکتور خرید. اخباری دوباره موقعیت، یه ضربه برگردون. اوه 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 چه دقیقه پایانی بازی تراکتور ترک عادت نکرد و یکی از گرونترین خارجی‌های لیگ برتر بالاخره اولین گلش رو زد. باز شد. بالاخره دروازه باز شد و گوستاوو حساب کاری 1-0 می‌کنه. 12امین پاس گل ریکاردو آلوز و گل سه امتیازی گوستاوو واگنین. تا تراکتور باز هم در دقایق پایانی سه امتیاز رو کسب بکنه، این بار در 4امین برد در 5 هفته برای تراکتور و صعود به رتبه 4م جدول. فعلا موقتا میرسونه به رده 4م جدول. ملوان این بار آبی پوش در اصفهان به دیدار زباهن رفت و نیمه اول رو با فشار شروع کرد. برای اونجا حبیب فرعباسی حواسش جمعه، یه دور هم سر مدافعینش میزنه. هرچند خبری از گل نبود. ملوانی ها موقعیت دارن در محوطه جریمه. زاهر کاظمی زمین میخوره، خطا نیست از دید داور، بازی ادامه داره. اما در شروع نیمه دوم میزبان گل زد. ارسالی که بلند انجام میشه روی دروازه، گل! گل برای زباهن. برای زباهن سانتر جلال مدداهی و گل به خودی میلاد جهانی. مشخصه خورد به میلاد جهانی، ناخواستن بود. 20 دقیقه بعد ملوان با یک کاشته جبران کرد. روی دروازه زباهن گل مساوی. گل مساوی برای ملوان. ارسال بی‌نقص محمد صادق بارانی و ضربه سر سهیل فداکار. تکرار نتیجه بازی رفت و هفتمین هفته بدون برد برای شاگردان تارتار. باهاش صحبت بکنه. گلگوهر برای جانموندن از کورس قهرمانی در سیرجان میزبان یکی از همستانی‌هاش مثل کرمان بود. دقیقه 76 شاگردان قلعه‌نویی بالاخره به گل رسیدن. شایان قفل این بازی رو باز میکنه. شایان مصلح این بار با پای راست. ضربه آخری که شایان عالی زد. 7 دقیقه وقت اضافه این بازی هم تموم شد، اما هنوز یک اتفاق باقی مونده بود. تیرک میخوره و در برگشت گل مساوی. گل تساوی عارف رستمی، فرار مس کرمان از سومین شکست متوالی و سومین هفته بدون 0-0 در 19امین هفته لیگ برتر. فرزاد جعفری این توپ که به تیرک خورد و متخصص زدن گل‌های ثانی آخری اینجاست. تقسیم امتیازات در دربی کرمان. این جدول گلزنان لیگ برتر در خودش جالبه. 7 بازیکن 6 گله داریم در حالی که هفته 19مه و این یه رکورد عجیب و غریب و افسانه‌ای میتونه باشه. هنوز لوکا دیون بالاست. ریکاردو آلوز هافک پرتغالی تیم تراکتور داره فصل رویایی رو پشت سر می‌گذاره. سابقه بازی در رده‌های ملی پرتغال رو داره. از تیم غیرت قزاقستان به تراکتور و لقب مهندس رو بهش دادند و آمارش رو هم می‌بینید. 12 تا پاس گل داده محمد. ابتدا در مورد گل 6 گل زدی، در واقع تمام آقای گل الان لیگ ایران 6 گل زده هستن که لوکادیا 8 هفته هم نیستش. واقعا خبر خوبی نیست. اما خبر خوبه میگیم، خبر بد میگیم، خبر خوبم بگیم که حالا ما میبینیم بازیکنای با کیفیتی به فوتبال ایران اومده. الان زاپادا تو تیم آلومینیوم عراق به نظر من بسیار با کیفیتی بود تو این بازی. نقش بسیار بسیار هم پاس اول خیلی خوب آزادی هم خوب داره بازی میکنه. آره آزادی که خوب مشخصا به نظر خیلی پیشرفت کرده این امسال و از سال گذشته فصل دوم پارسال امسال خیلی
خیلی خوب پیشه، ولی اون در اوزاپاتا خیلی خوب. اما آلوز ببینید، همیشه تو فوتبال میگن کسی که بتونه توپو دقت پاسش عالی باشه. دقت پاس کوتا راحته، 5 متر 10 متر خوب میشه هر که پاس دقیق بده، اما پاسای بلند خیلی مهمه. شما میتونید دقت، و این دقت پاس آلوز واقعا دیدنی، میدونه کجا باید بده، چطور باید بده. همین گلن که ما میبینیم پاس دقیقاً میفرسه جایی که قرار گستاوو بیاد. درست گستاوو خودش خیلی خوب میفرسه، اما پاسش خیلی داره طوری نیست که قبل اینکه پاس به بازیکن‌ها برسه، چه خیلی از پاسا میبینه که ارسال میشه قبل اینکه به بازیکن‌ها برسه مدافعین دفعش میکنن. اینقدر پاساش دقیقه که مدافعین سخته براشون دفع کردن، و خیلی من واقعا برای تیم تراکتور خیلی خوشحالم که بعد از مدت‌ها بعد برمیگردن روز خوبشون دارن بر... چون این واقعا کمک میکنه به فوتبال ما، به فوتبال ایران کمک میکنه که اون در واقع اون هیجانش دوباره برگرده. و اگه تراکتور همین روندش ادامه بده، با توجه به اول فصل خیلی خوب نبود یادتون بیاد، اما سعی کرد خمنز اون دفاع سه نفره رو حفظ کنه و از آلوز بهترین بازی. حالا عباس‌زاده هم برگشته، فکر می‌کنم که حتی رضا اسدی هم خیلی خوب داره. رضا اسدی هم خیلی خوبه. بله. زمان خیلی کمه، فقط 30 ثانیه فقط برنامه بازی رو متونیم بگیم. فقط می‌دونم که یک شنبه پیکان استقلال در دستگردی، با توجه به اینکه منطقه شرکه پتان ساکناش خیلی خوب در خیزش مردمی هم حضور دارن، به بهانه مختلف مسئول بازی رو به تماشاگر برگزار می‌کنن. دوشنبه هم 4 تا بازی برگزار می‌شه. تراکتور آلومینیوم ملوان گلگهر مثل رفسنجان فولاد پرسپولیس هوادار هم اون روز برگزار میشه. ما دوشنبه برنامه بعدیمون تقدیمتون میشه و امیدواریم که اون برنامه رو هم ببینید. به لحظه پایانی برنامه رسیدیم. تا دیدار دیگه، خدا نگهدارتون.